اسرائیل با استعمار بریتانیا جنگید، با استعمار روسیه جنگید. جنگ دنیا با اسرائیل بود، با هیتلریز جنگید. دقت میکنید؟ و از چه طریقی؟ نه از طریق فقط نافرمانی مدنی خشونت پرهیز، بلکه چی؟ حالا من نمیگم، ولی دفاع اون دفاع رو میتونست از خودشون بکنن که آقا دیگه مورد توحش دیگری قرار نگیرن. به اون آگاهی رسیده بودن قشر مردمی خاکستری که الان خاموش هستن، اونایی که اومدن انقلاب کردن الان نشستن دست رو دست گذاشتن آقا ما چه کار میتونیم بکنیم. جوانای خودشون رو دارن میفرستن صحنه جنگ که ساچمه بخوره به چششون رو گلوله بخورن اینا. نه، اونایی که انقلاب کردن 45 سال پیش باید بیدار بشن. اون قشر خاکستری که حالا 97% 96% بودن، فکر کنید انقلاب با 3.5% که در خیابان ها اومدن، 400,000 500,000 نفر، صحبت از میلیون ها نفر نیست، صحبت از که 3.5% اومده بودن به خیابان ها و موفق شدن به پیش ببرن. چرا؟ به خاطر اینکه اون موقع به حال بلوک شرق و غرب داشتیم و کشورهایی مثل آقای دموکرات، به حال آقای دموکرات رو داشتیم در اون موقع که کارتر بود 150 میلیون در اختیارشون گذاشت. به قول یکی از میگفتم به طلاب وقتی صحبت از پول میشد نه فقط بازاریا کمت میکردن، بلکه هزار تومانی در میارد از جیبشون که بتونن مدیریت بکنن و سازماندهی بکنن و غیره و اینا. دو، کیو داشتن؟ لیبی رو داشتن. کیو داشتن؟ عراق رو داشتن. کیو داشتن؟ یکایی که کشورهای اسلامی و آنانی رو داشتن، چریکای فلسطینی داشتن که بعدش خنجر به پشت ما زدن، رفتن با صدام ساخت و پاخت کردن بر ضد ایران، در جبهه صدام بر ضد ارتش ایران جنگیدن. یعنی اینا رو داشتن، ما اینا رو الان نداریم. درست حالت یهودیان رو داریم بعد از جنگ جهانی دوم. کسی نبود که به ما کمک بکنه، فقط ما هستیم. ما هستیم و حالا اونایی که در داخل ایران هستن جنمش رو دارن به خیامان دارن عمل میکنن. آقا شمایی که 8 میلیون که خارج از کشور هستید، باربیکیوتون رو روز یک شنبه تون رو کنار بذارید، برید برای اعتراضات، برید برای اینکه پرچم شیر و خورشید رو بالا ببرید، به دنبال این باشید که لابیگری بکنید مسائل ایران رو تا اونجا که ممکنه. نمیتونید آقا روی نمیدونم روی زانوها خودتون نشستی، پای سفرتون نشستی، شما میدونید کودک که داره چی میکشه، نمیدونم ازدواج های کودکان از 9 سالگی به چگونه انجام میشه، زنان ایران دارن چه میکشن. من سر کرنش در مقابل زن ایرانی فرود میارم، یعنی سر کرنش دارم، چه با وجود تمام مسائلی که حالا یکی معتاده، یکی نمیدونم تو زندانه، یکی هر یکی از مسائل هست، زن ایرانی هست که داره میگردونه خانواده ایرانی رو. و جدا ما باید دست برادری و خواهری رو از نظر 8 میلیون خارج از کشور هستی، مسئولیت خودمون هم ببینیم آن آرمانگرایی که داریم تا چه اندازه مسئولیت رو متوجه ما میکنه. با سپاس.